داشت. ایشون یه ویدیویی برای من فرستادن، میخوان من این ویدیو رو برای شما پخش کنم، توی این فاصله ما ببینیم که چه باید کرد. با هم این ویدیو رو تماشا کنیم و برگردیم. کجایی بیا خیلی تنها، کجایی که تاریک دنیام، برات می نویسم یه نامه، کجایی که غم تو چشمه، کجایی که من بیقرارم، کجایی که طاقت ندارم، کجایی بیا بس دوری، چجوری تونستی چجوری. محمد جواد نوروزی، تو فرزند دلبند مایی، چرا اینقدر بی رحمی داری میکنی؟ دو با حالا من اومدم پیش تو، دیره تو برای من نمیسوزه؟ جواد جان، التماس کدن درم از تو، کتی دل راضی بکن بیه فسر، کتی دل امرین نکسزه فسر، آن پیر فسریه، آن محبت، آن محبت که تو خواهی اکار بکنی، دبیه ده پسر، اما تر دوست درده، اما تر دوست داریم، ناراد نما بون، تو فکر نوم که تو خودت گناه نداری، که خب پیش ما بشایی جنگ بواسده، الان جنگ بواسده، الان که نیه، تو تنی بایی، از رای امر باید غم بخوری، فکر بکنی که پیرم ده پیره با، از کار ده گفته، ناراد نما بون هیچ، بیه تی دیر راضی بگو بسر، بیه یه آخرین بدای منه. این چه گفتن در مادره؟ بیه ده بسر، چادر رانیا بکنم، چادر تو رو تخاب بگدم آن طرف او طرف، آن طرف او طرف. مر خواب نگیره گه، مر خواب نگیره، من تا صبح تو فکر تویم. نانم تو در فکر من یسی نانم، الان خب مال غربت خدا طرف پشت بنا بوا، آمدن و صحبت بکنی مر خوشحال کنی جواد، جواد دی بست جواد. یه چادر زور، آقا چادر چشم برا، چشم را، چادر آرزو، اما تر دوست داری بسر، بیا تو گناه نداری، همون قسمت تو عطا بود، الان باید تالیت بکنی بایی، الان بیا جوران بکن، جوران بکن، دبیه جواد، جواد بیا، دبست زور، اینه دادم با پدر مادر زور نکنه جواد، جواد آرزو دارم و منتر بیدنم جواد. آخه دو چطر را نیام کنم، من چشم از دستان دارم، عقل از دستان دارم، من زندگی از دستان دارم، تو نامید نبامون، بیه جوگرام کنیمی، بیه یه نتنم صحبت بکنم، طاقت ندارم، یه طاقت بذارم و حرف بذارم بسر، کار ناری مرا تر قصدن دم درم بگم خدای ندید، بیا با تر بیدنم بیمیرا. بله دوستان عزیز، شاهد بودید که این پدر که میگه چشمامو از دست دادم، دیگه توان راه رفتن ندارم، به پسرش میگه بیا و صدای گریه و زاری خانواده رو هم میشنیدید و نمیدونم، باید کسی قلب و دل سنگ داشته باشه تا به اینا بگه مزدور. اجازه بدید من ارتباط رو برقرار کنم با آقای ساغرچی و امیدوار باشیم که این بار وصل بشه و بتونیم با هم این گفتگو رو به پایان برسونیم. بسیار من خلاصه یه کوتاه راجع به این ویدیو یه دو خط میگم و بعد دیگه ادامه میدم. بفرمایید.
من گفتید من شروع کنم. بفرمایید. بله، داشتیم با عرض معذرت که بالاخره اینترنت ما قطع شد و یک جای رشته سخن برید، ولی بینندگان ویدئویی رو دیدن در واقع پدر آقای نوروزی بودش که با در واقع با التماس از بچه خودش میخواست که در واقع این امکان رو بهش بده که به هر حال برای یک بارم که شده همدیگر رو ببینن. اما واقعیت اینه که کسی که در درون سازمان اسیر هستش خودش اجازه چنین کاری رو نداره، و اگر کسی هم تصمیم گرفته که در درون سازمان بمونه، اگر همچنین اراده‌ای رو بکنه در واقع با عواقب سختی روبرو خواهد شد، چون که به اونها به اجبار گفته شده شما باید در مقابل خانواده‌هاتون مردگیری کنید و اونها رو کاری کنید که دیگه در واقع در اطراف مقرهای مجاهدین و این پیداشون نشه و جرأت چنین کار رو نکنن، و این در واقع یکی از غیر انسانی ترین و در واقع ناپسندیده ترین رفتارهای مجاهدین هست. شاید من اگر آنچه که مجاهدین با خودم کردن و در واقع دروغ‌ها و بلایایی که سر خود من آوردن و آنچه که از عمر جوانی از ما گرفتن بر سر وعده های پوش رو خیلی موقعا بیان نکنم و یا چشمم ببندم و بگم که گذشته، اما اون چیزی که داره با این افراد در واقع پدر مادرها و اعضای خانواده هایی که هیچ گناهی ندارند در واقع در اون قسمت داستان، و اینها اینطوری از طرف سازمان تنبیه میشن و اینطوری به در واقع اشد مجازات محکوم میشن، من این رو نمیبخشم هیچ وقت، و تا اون جایی که بتونم من و ما و همه جدا شده در این مهم افشاگری میکنیم و دست سازمان رو میکنیم و میگیم که این یک بازی کثیف سیاسیه و در اینجا دیگه جایز نیست که ما بگیم که در واقع این هم به مجاهدین مربوط میشه و به تشکیلاتشون.